کنفرانس بول بسیار بسیار اهمیت داره که ما حالا بعد از اینکه 3 سال افغانستان سقوط کرده و 20 سال هم دوره جمهوری طول کشید، ما برگردیم ببینیم، دوباره بخوانیم و بازنگری کنیم که کنفرانس بون چه نقاط ضعف و چه نقاط قوتی داشت. بله، من از با توجه سوالی که شما کردیم، میتونست واقعا کنفرانس بون یک فرصت خوب باشه برای افغانستان، به خاطر اینکه یک کشوری بود که سالها درگیر جنگ‌های داخلی بود، وضعیت بسیار بحرانی بود، از یک وضعیت بحرانی مردم آماده بودن، حتی از اشغال نظامی آمریکا بسیاری از مردم افغانستان به دلیل نارضایتی و خسته شدن از جنگ‌های طولانی که در افغانستان بود استقبال کردن از اشغال. کنفرانس بون در واقع به نحوی یک سرپوشی هم به او اشغال نظامی گذاشت و به سرعت این مسئله مثلا به فراموشی سپرده شد که افغانستان مورد حمله و تهاجم یک کشور ابرقدرت قرار گرفته و تبدیل شد به اینکه این کشورها آمدن تا حقوق بشر و حقوق زنان و یک حکومت دموکرات برای افغانستان به ارمغان بیارن. ریشه های بسیاری از بحران ها و بحرانی که در آینده در افغانستان مشاهده بودیم، بحران سیاسی اقتصادی که بلاوه فساد گسترده ای که بود، ریشه او در اشتباهاتی بود که در کنفرانس بن بود. من به صورت مشخص به چند مسئله اشاره میکنم راجع به خود کنفرانس بن، که کدام موادی وقتی ما راجع به او صحبت میکنیم که بحرانزا بود، منظور ما کدام مواد است. اگر کسی کنفرانس بن برای توافقنامه رو بخونه، توافقنامه‌ای که در این کنفرانس بعد از این محصول این کنفرانس بود، در این توافقنامه شما در قسمت اول میبینید که بسیار تقدیر و تکریم میشه از جنایتکاران جنگی، از کسانی که در جنگ‌های داخلی افغانستان سهم بسیار بسیار مخربی داشتن، کسانی که مرتکب جنایات جنگی شده بودن و مرتکب نقض شدید حقوق بشر بودن. و این چه تأثیری داره؟ مسئله ای است که حتی اگر قرار بود که به صورت مصلحت هم با این افراد به مذاکره کنن و به صلحی به خاطر صلح مردم اینا رو ببخشن و وارد ساختار سیاسی افغانستان میشه، باید یک مکانیزمی تعریف میشد، یک محدودیتی برای این افراد برای آینده افغانستان در نظر گرفته میشد که متاسفانه هیچ کدام از اینا شما نمیبینید. نه تنها هیچ محدودیتی نداره که شما بعدها میبینید این افراد خصوصا در 2005 در خود به اساس گزارش سیگار در سال 2001 تقریبا عکس بسیاری از این افراد در مناصب بسیار مهم دولت هستند و بعد افرادی که و در سال 2005 بسیاری از این گروه های وابسته به اینا جنایتکاران جنگی در سال در اولین انتخابات پارلمانی افغانستان کرسی های مجلس میگیرن، از 250 کرسی مجلس اینا تقریبا 239 کرسی رو میگیرن و این بسیار بسیار مشکلات زیادی برای افغانستان در آینده خلق میکنه، چون مدام تمام جامعه مدنی، تمام گروه ها، افرادی که خواهان مثلا تجدد یا مثلا خواهان این بودن که قوانین حقوق بشری تصویب کنن و یا برای مثلا افغانستان، توسعه افغانستان کاری کنن، مجبور بودن که با این افراد در پارلمان سر و کله بزنن و پارلمان هم تبدیل شد به یک جایی که مدام نه تنها افراد واپس نگر در او بودن، بلکه محل منازعه بود، محلی بود که رایزنی و رشوه ها و فساد بسیار گسترده خلق کرد در افغانستان، بحران افغانستان دامن زد و تمام جنایتکاران جنگی تبدیل به مافیای بسیار بزرگی شدن، چون هیچ مکانیزم محدودیتی برای اینها نبود و اینها تانستند که در آینده کشور به سمت بحران ببرن، یک بحران سیاسی، بحران اقتصادی. و یکی دیگه از اشتباهات بسیار مهمی که انجام شد و فکر میکنم اشتباهات محاسباتی خود غربی ها بود، این بود که اگر قرار بود با جنایتکاران جنگی معامله صورت بگیره و اینها در ساختار سیاسی باشن، تنها گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار رانده شد از این کنفرانس و با اینا ننشستن. و طوری که خود اینا در اسناد بسیار زیادی که بعدها منتشر کردن و مثلا در کتابیه که مثلا شما از سیگار، یعنی سایت که سیگار اسناد منتشر کرده تحت نام
درس های آموخته شده، تاریخ شفاهی ارتش آمریکا، بعد خاطرات دونالد ترامپ، اینا اذعان میکنن به این مسئله که ما ابتدا طالبان دست کم گرفتیم، ما اونا رو به عنوان راهزنان مثلا مزاحمی که در کوهستان ها نمیتونن برای افغانستان مشکلات زیاده مشکلی خلق کنن، با اینا ننشستن و اینها، و بعدها هم اینها مجبور شده وقتی که احساس کردن که دیگه در جنگ زمینی موفق نخواهند شد، طالبان شکست بدن، اینا رو به مذاکره آوردن در سال 2007 که بسیار دیر بود و این مسئله کمکی نکرد به صلح در افغانستان. من فکر کنم از عوامل عمده‌ای که میشه اذعان کرد به اون مشکلاتی بود که خود کنفرانس بن به وجود آورده بود با پیشبینی نکردن یک مکانیزمی که عدالت که جایگاه عدالت انتقالی رو در افغانستان مشخص کنه، قدرت دادن به جنگ سالاران و جنایتکاران جنگی که اینها به سرعت کشور به سمت فساد گسترده و به سمت بحران بردن و باعث نارضایتی یعنی گسترده مردم شدن و حتی باعث شدن دوباره مردم به از دولت ها در ابتدا ناامید بشن، دوباره به فرقه گرایی و قوم گرایی در افغانستان رشد کنه و از طالبان هم بعدها روز به روز قدرتمندتر شدن. البته گام هایی برداشته شد برای که صلح صورت بگیره، با حتی هم دولت افغانستانی تلاش کرد و هم جامعه جهانی تلاش کرد که با طالبان و حزب اسلامی حکمتیار به توافق برسن. اما همانطور که خودت هم گفتی، خشت اول گرمه حد میمار کج تا سرعی ها میره و دیوار کج، این یک واقعیتی بود که ما بعدا با او روبرو بودیم. به خاطر این پلان های بعدی که برای صلح برداشته شده بود، چون بنای درستی نهاده نشده بودند، جوابگو و پاسخگو نبود. دولت افغانستان خیلی تلاش کرد، شورای عالی صلح ایجاد کرد و از حتی مثلا مذاکرات صلح سعی کرد صورت بگیره، توافقنامه با خود در سال 1395 با حکمتیار امضا کرد و با او نشست، و از طرفی هم جامعه جهانی تاریک، حتی شیر احمد استانگزی سخنگوی طالبان میگه از 2007 صورت پنهانی مذاکرات صلح شروع کرده بودن. اما مسئله برای صلح فکر کنم در افغانستان باید از این دیدگاه دیده بشه که ما تاریخ کشور افغانستان نشان داده که مردم یعنی گروه های سیاسی ما فهمی از مذاکره و صلح نداشتن، تاریخ نشان دادن، و همیشه در واقع او گروهی که از نظر نظامی در برتری قرار داشته، به کمتر از کل قدرت یا بالاترین مناصب سیاسی، به کمتر از او قانع نشده و هیچ وقت به این فکر نکرده که با از بین بردن تمام ساختار، کل ساختار، نابود کردن ساختار و با توجه به آن چیزی که خود نقاط قوت و ضعف خود موفق خواهد شد در آینده یک حکومت قابل قبول در افغانستان بسازه. چنین چیزی شما نمی‌بینید. شما قبلا هم اگر مجاهدین دیدین با دولت چپی‌ها، یعنی دولت با خود نجیب الله، دکتر نجیب الله این مشکل داشتن، حاضر نبودن مذاکره کنن. مسئله دیگه هم که وقتی مذاکرات صلح شروع شده بود، یعنی زمان جامعه بین المللی رو قبول کرد، که خود جامعه بین المللی هم در موضع ضعف قرار داشت و به خاطر همین بیشتر مجبور بود امتیاز بده تا امتیاز بگیره و یا در یک شرایط مساوی باشه. و من فکر میکنم شرایط و شرایط طوری بود که بسیار سخت بود داخل اینا به توافق برسن. مسئله اصلی بود که به دلیل فساد بسیار بسیار گسترده، ناامنی که ایجاد شده بود در افغانستان، اساساً یک فاصله بسیار بسیار عمیقی بین مردم و دولت ایجاد شده بود و طالبان میتونستن از این فاصله که ایجاد شده بود استفاده کنن و این استفاده رو هم کردن. و بله، نیروهای ایجابی هم داشتن که مردم مسکین میگن، خصوصا در بخش غذا سری اونا بدون این فرایند در نظر گرفتن یک فرایند بروکراتیک اصلا نداشتن، بدون مردم، بدون اینکه مثلا مجبور بشن رشوه بدن به اعضای در واقع
محکمه، دادگاه و یا مثلا خود دادستانی و بخش های عدلی و قضایی مستقیما مراجعه میکردن و خیلی سریعتر و بدون اینکه زمان زیادی در بر بگیره مشکلات اونها رسیدگی میشد و از این بابت مردم باعث شده بود که بپیوندن به طالبان و حتی مسئله مالی. یعنی من پرونده های بسیار زیادی بررسی کردم که در چندین هزار پرونده دیدم که در تمام این کیس ها اگر که نگاه کنم تقریبا بیش از 90% کسانی که به طالبان میپیوستن به خاطر مشکلات مالی بود. دولت نتونسته بود مثلا اشتغال زایی کنه، مردم بیکار بود، بی پول بود و بسیار ناراضی و خسته از حکومت بود و فکر میکنم این فرصت داد به طالبان و از طرفی زود خود اینها کسانی بودن که دیگه اصلاح، امکان اصلاحات در درون وجود نداشت. مردم یعنی خسته شده بود، بارها و بارها از مسئله مبارزه با فساد صحبت شده بود بدون اینکه کدام نتیجه ای داشته باشه. وقتی که مثلا ما در افغانستان بودیم، خصوصا از سال 2015 به بعد و 2000 رفته رفته وضعیت امنیتی به شدت خراب بود. در سال 2018 معلوم بود که افغانستان دوام نخواهد آورد بدون غربی ها و حتی وقتی تجربه مایی بود که زمانی که حکومت سقوط کرد ما 7 ماه 8 ماه قبل رو بسیاری از ولایت های افغانستان دیده بودیم که عملا سقوط کرده بودن. یعنی مثلا از نگاه اداری کارکردی نداشتن، بسیار ضعیف بودن، هیچ کاری نمی کردن. مناطق به ظاهر تحت کنترل دولت بود با تبلیغات زیادی که میشد توسط رسانه ها یا حالا به هر حال و پوششی که داده میشد، یعنی پروپاگاندایی که دولت و همدستان او پخش میکردن قدرت و توانایی نداشتن و این مسئله حتی در اون کتاب که خود در راجع به مسئله افغانستان گزارشگر تحقیقی آمریکا منتشر کرده در مورد افغانستان پیپر میگه که چقدر تبلیغات بود و پشت در واقع هیچی نبود و ما پیش بینی میکردیم که بله فرو خواهد ریخت. فقط تنها چیزی که من واقعا پیش بینی نمیکردم، یعنی من شاید مثل من خیلی های دیگه، که این حکومت بعد از اینکه غربی ها از افغانستان برن ظرف 11 روز سقوط میکنه. ما حداقل فکر میکردیم شاید چند ماهی طول بکشه و چند ماه حداقل ارتش با این همه ادعایی که شده و اینقدر خرجی که بالای ارتش شده دوام بیاره. متاسفانه دوام نیاورد و شما دیدیم به سرعت سقوط کرد.